سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدید. امروز با دستور پخت یک پای سیب کافی شاپی راحت و خوشمزه خدمتتون رسیدم. بریم که با هم مواد اولیش رو مرور کنیم. تخم مرغ 4 عدد، شکر 140 گرم، روغن مایه 100 میلی لیتر، آرد 180 گرم، بیکینگ پود 1/2 قاشق چایخوری، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، عسل 2 قاشق غذاخوری، پودر دارچین به میزان لازم، سیب. خب بریم تا مراحل پخت این پای خوشمزه رو نگاه کنیم. اول از همه سیب ها رو آماده می کنیم. سر و ته سیب ها رو جدا می کنیم و پوست اونها رو می گیریم. و هر سیب رو به 3 قسمت مساوی تقسیم می کنیم. وقتی سیب ها آماده شد با یک کاتر گرد کوچیک وسط سیب ها رو خالی می کنیم. و اونها رو با دارچین خوب می پوشونیم و کنار قرار می دیم. برای پای سیب شما میتونید از سیب قرمز، سبز یا زرد استفاده کنید. فرقی نداره. ولی بهتره که سیبتون قرمز و رسیده تر باشه. خب تو این مرحله تخم مرغ‌ها رو از یخچال خارج می‌کنیم و زرده و سفیده ها را از هم جدا می کنیم. دقت کنید تخم مرغ ها کاملا خنک باشن تا پف کیکتون بهتر بشه. سفیده ها رو کنار بذارید و زرده ها رو با روغن مایه و وانیل، عسل خوب مخلوط کنید و هم بزنید تا کاملا یک دست بشن و زرده ها از هم باز بشن. حالا سپیده ها رو آماده می کنیم. با همزن برقی و دور متوسط همزن شروع می کنیم به هم زدن سپیده ها. وقتی کمی کف کردن شکر رو کم کم بهش اضافه می کنیم و تا زمانی که کاملا فرم بگیرن به هم زدن ادامه می دیم. وقتی شکر کاملا حل شد مخلوط زرده ها رو به اون اضافه می کنیم و با دور کند همزن مواد رو هم می زنیم تا کاملا مخلوط و مایعمون یک دست بشه. خب تو مرحله آخر آرد و بیکینگ پود رو داخل مواد الک می کنیم. و با همزن دستی خوب مخلوط می کنیم تا آرد کاملا در مایه حل بشه و گلوله نداشته باشه. حالا داخل قالب های پای رو کپسول مخصوص پای میذاریم و از مواد به اندازه یک ملاقه داخل اونها میریزیم. اگر از این قالب ها نداشتید میتونید پیاله های آلکوپال هم استفاده کنید. حالا روی هر کدوم یک حلقه سیب میذاریم و یک فشار کوچیک میدیم تا کمی به مایع بچسبه. حالا وسط هر حلقه رو کارامل میریزیم. اضافه کردن کارامل اختیاریه. ولی خب اگر اضافه کنید طعم بهتری رو به پای سیب شما میده. و در انتها یک ملاقه از مایع کیک روی سیب ها میریزیم
تا سیب‌ها کاملا پوشیده بشن. دقت کنید پف این پای‌ها خیلی زیاده. پس حدود 1 سانت از لبه کاغذ‌ها رو خالی بذارید. فر رو با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کنید و سینگ رو در طبقه وسط فر قرار بدید و حدود 35 الی 40 دقیقه زمان بدید تا روی پای‌ها کاملا طلایی بشه. خب این هم از پای سیب ما. همینطور که می‌بینید کاملا پف کردن و طلایی شدن. بعد از اینکه اونها کاملا خنک شدن، روی پای‌ها رو با پودر قند و پودر پسته تزئین می‌کنیم. همینطور که در ویدیو می‌بینید کیک ها یک دست و یک رنگ هستن. این به خاطر اضافه کردن اون عسل به مواد کیکمونه. اضافه کردن عسل و شربت بار به کیک ها باعث یک دست شدن رنگ کیک میشه و به همین زیبایی کیکمون قهوه‌ای میشه. این هم از برش یک پای سیب. همونطور که میبینید داخل اون کاملا پخته و خمیر نیست. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم از اون باخبر بشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.